إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. گویا که صدا با تصویر متفاوت زیاد. صدا با تصویر کاملا متفاوته. از خداوند متعال میخوام که مشکلات ما را حل کند، ما و شما را. از خداوند متعال میخوام که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و رحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را، شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شهر سخن خداوند جل جلاله و منوارو رسیدیم به آیه شریفه 42 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. موسیقی
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما پندار از کرده ظالمان خدا هست غافل به دور زمان، ولی کیفر این پلیدان خار به تاخیر می افکند کردگار. تا آیدان روز ناگه زرا به چشمانشان خیره ماند نگاه. در آن روز آسان عجول و پریش به بالا بگیرند سرهای خیش. دو چشمانشان هم حیران زتاب، دل و جان آنهاست در استراب. خدا از چون روزی ما و شما را نجات دهد. ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. این موزه بسیار نگران کننده رو، موزه بسیار سخت و کافران و مشرکان و قبر پرستان و امام تراشان و غالیان در روز قیامت مشاهده می کنن. که همچنان که آیه می فرماید چشمانشون خیره، مخطئین مقنعی رؤوسهم. مخطئ کسی که از سر شتاب گردن شده راز کنه و گویا که عذاب اونو به طرف خودش جذب میکنه. خدا میفهمد که یدعون الى نار جهنم دعا، سوی آتش کشونده میشن. گویا اونجا کسانی هستند که اونها رو به این سرنوشت دردناک حل میدهند. و مقنعی رؤوسهم، سراشون بالای گردناشون بالای از شدت وحشت و ترس، ترسی که در انتظارشونه. در جای دیگه خداوند فرماید که إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. ما در گردنشون گل و زنجیر انداختیم، یعنی این چنینه که خداوند چهرهاشونو تصویرشونو با تمام ذلت در مقابل من شما ترسیم میکنه. چشمانشون به عذاب دوخته، سرهاشون از ترس میخ شده، گردنشون زنجیر شده، کسی از اینا نمیتونه که چشماشو به هم بزنه. گویا که بدون اراده خودشون چشماشون خیره و قلبهاشون جز ترس چیزی نمیتونه داخل بشه. شما وقتی یک شیشه خالی رو میندازید تو آب، میبینید که هوا ازش خارج میشه. قلب مؤمن پر از ایمانه، پر از توحیده. قلب کافر یا ملحد در چنین لحظه خالیه. ولذا ملحد و کافر و مشرک و قبر پرست و امام تراش در وقت مرگ همه
کفر و شرکش در نظرش ترسیم میشه، چیز قابل اطمینانی رو نمیتونه پیدا کنه، رضا قلبش خالیه، چیزی که قلبش رو مطمئن بکنه پیدا نمیکنه. بعضی از کسانی که لحظه جان کندن دیگران دیدن، بخصوص مؤمنانو، بگن در وقت مرگ چهرش نورانی بود، اما در وقت جان کندن کافر یا مشرک میبینید که هم چهرش تاریک میشه و گویا غم دنیا به سرش ناصر شده. چهره خمینی را، چهره مشرکان مراجع پلید را نگاه کنید، در وقت مرگ گویا که سوختن. علتش چیه؟ برکه در این لحظه، در لحظه تسلیم جان به جان آفرین، همه تاریخ انسان با خدایش در مقابل چشمانش ظاهر میشه، نوار عملشو میبینه. کسی که زندگیشو در راه خدا گذرانده، در جستجوی رضای خدا بوده، الان معصوم هیچ کسی نیست. چون این کسی در وقت جان دادن احساس راحتی میکنه. کسی که زندگیشو در راه کفر، در راه الحاد، در راه ظلم، در راه رافضیگری، در راه امام تراشی، در راه عیسی پرستی، در راه علی پرستی، در راه قبر پرستی گذرانده، در چنین وقتی این عذابهایی که قرآن میفرماید در انتظار شه. ولذا خداوند راجع به مؤمنان میفرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهرهایی که در اون روز خوش و خرمه به سوی پروردگارشون نگاه میکنه، و چهرهای دیگر در اون روز غمگینه که گویا مصیبت ها سرشون آمده. ورزا میفرماید که و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل. چه وقت سختیه. این موضوعی که هر انسانی اونجا روز قیامت میبینه، هر انسانی که به خدا کفر ورزیده، میگن که خدایا ما را یه مدت دیگه به ما بده، ما اجابت دعوتت میکنیم، از رسولان پیروی میکنیم، از امامان خبری نیست، امامان دروغین کشیه از پیامبران بالاتر برده. ولذا ای شنانده ارجمند، این آیه را خداوند براتون فرستاده، شما را دعوت و پیروی از خدا و رسول کرده، دعوت پیروی از کلام خدا و سنت رسول الله. اگر خدای نکرده از چون این دعوتی پیروی نکنید، روز قیامت به همین سرنوشت مبتلا میشید. ربنا اخرنا، ای خدایا اجل ما را تأخیر بینداز. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا، اونه که ستم پیشه بودن، خامنه‌ای و خمینی پیشه بودن، میگن که ما رو مدت دیگری هم فرصت بده که اجابت دعوتت کنیم و از رسولان پیروی کنیم. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، آیا شما از قبل قسم نخوردید که از بین نمیرید؟ کافر و ملحد گویا که چون این گمان میکنه که در این دنیا جاودانه، مشرک و امام پرست فکر میکنه که امام به دادش میرسه، امام به داد خودش برسه. خداست که من شما خبر داده قبل از که وقت بگذره، قبل از که فرصت از دست بره. و در آینده این رخ خواهد داد، درست مثل دانش آموزی که تنبلی کرده در امتحان، آمادگی نکرده، وقتی امتحان که میاد میگه آقای معلم امتحان تاخیر بنداز، چند روز دیگه تاخیر بنداز. آقا کنکور تاخیر انداختنی نیست. این از رحمت خداست که قبل از که فرصت از دست بره، قبل از که من شما دوچار چنین روزی بشیم، سوالهای امتحانی رو برای شما فرستاده قبل از امتحان، جواباشون فرستاده. به قول علامه
ندوی هم سوالها رو هم جوابها رو، یعنی که آماده باش و تا گرفتار ظلم ظالمان نشیم، مثل اونها رفتار نکنیم، نگیم که ربنا آخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتک نتبع الرسل. پس هیچ راهی جز پیروی از رسولان نیست. امامان جعلی که کذابان امام تراش درست کردن، بت پرستی بیش نیست. خود امامان پیرو پیغمبران بودن، اهل سنت و جماعت بودن. یک امام اهل بیت رافضی شیعه امامی نبوده. عرض امام علی علیه السلام میبینیم مردم به دعوت به سنت رسول خدا میکنه، دعوت به سنت خودش نمیکنه. قبل از این که فرصت از دست بره و توحید خدا رو بشناسید، اسماء الحسنا رو بشناسید، صفات اولیا رو بشناسید، سنت پیغمبر رو بشناسید، قبل از اینکه فرصت از دست بره و اما اتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه رسول به شما داده، پیامی که به شما رسونده، تبلیغ کرده، اونو چنگ بزنید. اون چه شما رو نه کرده ازش دوری کنید. و اتقوا الله، و از خدا بترسید. ان الله شدید العقاب، خداوند مؤاخذش بسیار سخته. و وقتی چنین میگن که نجیب دعوتک و نتبع الرسل، ما به ما تا فرصت بده تا ما اجابت دعوتت کنیم و از رسول پیروی کنیم، از رسولان پیروی کنیم، جواب خداوندی میرسه. اولم تکون و اقسامتون من قبل ما لکم من زوال، و شما قبلا قسم نمیخوردید که رفتنی نیستید. اهل دنیا میگن که دنیا همه چیزه. خوشبخت اونه که از دنیا غنی باشه و بدبخت اونه که به دنیا دل بسته باشه. و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت و نحیا، گفتن چیزی جزی نیست، کمی زندگی دنیا هست، میمیریم و زنده میشیم. و ما یهلکون الا دار، طبیعت که ما را هلاک میکنه. و ما لهم بذلک من علم، قرآن میگه نه آگاهی ندارن. این هم لا یظنون، همینطور پندارهاشون گرفتارن. در آیه دیگه و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا ما نحن مبعوثین، زندگی دنیا هست، حشر و نشری در کار نیست. نعوذ بالله، چه بخواهیم چه نخواهیم، خروج از این دنیا سرنوشت هر انسانی است. ای بیننده محترم، اولم تکونو اقسامتو من قبل ما لکم من زوال، یعنی در دنیا چنان رفتار میکردید که گویا شما جاودانه اید، کارهاتون، خانهاتون، پروژه هاتون، که گویا نمیمیرید، گویا که مرگ برای دیگرانه، برای شما نیست. و کسی هم که بمیره یه مسکین، چرا مرد؟ علتش چی بود؟ اگه کسی با شمشیر نمیره، باید چیز دیگه میره. من لم یمد به سیف مات بغیره تنوعت الاسباب و الموت واحدو، همچنان که متنبی شاعر میگه. اگه کسی با شمشیر نمیره، با غیر شمشیر میمیره. اسباب متنوعه، لیکن سبب یکیه. اللیل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من نزول القبر. شب هر چقدر طولانی باشه آخرش پشت طلوع میکنه، عمرم هر چقدر طولانی باشه آخرش هم رفتن به سوی قبره. کل ابن انثى و ان طالت سلامته یوما لا آلت حدواء محمول، فرزند هر مادری اگرچه تندرستیش طولانی باشه، لیکن یه روزی بر روی تابوت حمل میشه. فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعده محمول، بعدها محمول. همچون کعب ابن زهیر سلمی میگه اگر شما یه روزی جنازه رو به قبر میبرید، بدون که شما هم یه روزی برده میشید. این خونه ای که شما هر روز عمودی داخل میشید، یه روز بعد ازش
افقی خارج بشی. یه روز ویزای خروج بدون برگشت باید بگیری، چی بخوای چه نخواهی. همسرت هر چقدر خوب باشه، باش دل بسته باشید، باید یه روزی ازش جدا بشید. خانت همچنین، هر چقدر زیباش کرده باشید، فرزندانت همچنین. این دنیا همش اینطوریه. ولذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که جبریل پیش من اومد، گفت که ای محمد، اشماشیت پا انک میت، و احبیب من شیت پا انک مفارقو، و عمل ما شیت پا انک مجزیون به. ای محمد، هر چقدر می خواهی زندگی کن، تو رفتنی هستی. هر کسی رو می خواهی دوست داشت، ازش جدا میشی. هرچی میخوای عمل کن، نسبت به عملت پاداش خواهید دید. ولذا عزت مؤمن اینه که مردم بی نیاز باشه. اگرچه این حدیث سندم غریبه، ولی معنیش درسته. و اولم تکونو اقسمتم من قبل مالكم من زوال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال. إن جاء حضرت حق جل جلاله ينبر أشرمور خطاب قرار مده که مردم رو انذار بده، هشدار بده که بر روز قیامت آمادگی کنن، که این لامحال اومدنیست. این روز، کلمه روز یوم ظرف زمانه. ظرف زمان باید حادثه باشه که درش رخ بده، و یوم القیامت روز قیامت محل انذار و تبشیر نیست. جا انذار و تبشیر در دنیا هست، در وقتی تکلیف هست. ولیسه منظر بهی که ترسوندانشون باشه در این روز در دنیا اتفاق میفته، اما عذاب یا عقاب در آخرته. یعنی چی؟ گویا یه بمبی ساعتی در انتظارشونه. به مجردی که قیامت بیاد این بمب ساعتی منفجر میشه. مثال، کسانی که ظلم کردن، بالاترین ظلم، ظلم عقیده، ظلم شرک، ظلم مقاومت در برابر رسالت، ظلم امام تراشی در مقابل رسالت، ظلم این کائناتی که تسبیح گوی خداونده، شرک، چه پیغمبر پرستی باشه، چه قبر پرستی باشه، چه امام پرستی باشه، چه پیر پرستی باشه، بالاترین ظلمه. ولی وقتی آخرتو میبینن میگن ما فرصت بده ما دوباره توبه کنیم. و جواب خداوند واضحه، شما سابقا قسم خوردید که رستاخیزی در کار نیست، قیامتی در کار نیست. واقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. هرچه زور داشتن قسم میخوردن که نه بابا، خداوند مردگان رو زنده نمی کنه. خداوند در جوابشون میفرماد که شما وقتی میگفتین این هی الله حیات الدنیا نموت و نحیا و نحن مبعوثین، همانا فقط زندگی دنیاست، ما میمیریم و زنده میشیم دیگه، بعثی در کار نیست، حشری در کار نیست. ولی وقتی اونجا روز قیامت رو میبینن میگن یا لیتنی کنتو ترابا، کاش که ما خاک میشدیم. این یک معنای. معنی دومی که گمان میکردن کسانی که خداوند در دنیا بهشون انعام کرده در آخرت محرومشون نمی کنه. ولی مثال دو نفری رو میزنه که دو تا باغ داشتن در دنیا. دو او کافر میگه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، من گمان نمی کنم که باغ من در دنیا از بین بره.
وما أظن الساعة قائمة، فكري ما كان قيامة يوم ديني باشي. ولئن رددت إلى ربي أجر بخدا باز كردم لأجدن خيرا منها منقلبا، بهتر دفاع خود میبینم. خب کسی این حرف رو میزنه میدونه که میمیره، لیکن به این گمان خودشو راضی میکنه که روز قیامت خدا بهتر از این رو بهش میده، حتی قیامت هم فاقشه بهتر از این واقع بهش میده. چون ادعای میکنن لیکن ایمان نداره. اگر ایمان داشته باشه به شکی نیست، موحد باشه، پیرو رسول باشه، کسانی که منکر قیامتن، منکر حشر و نشرن، رسالت رو تایید نکردن یا در مقابل رسالت امامت تراشیدن، قبلا هم خداوند از زبانشون گفته بود که اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، آیا ما اگر در زمین خاک بشیم، پود بشیم، دوباره ما خلق میشیم؟ یعنی منکر بعث بودن. خداوند یک محاوره بین خودش و بین اینها نقل میکنه. قالوا ربنا امتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، دو بار ما رو زنده کردی، دو بار ما رو میراندی، ما به گناهان خود اعتراف میکنیم، حالا خروجی من سبیل راهی نیست که ما دوباره بریم دنیا؟ خداوند در جوابش میفرماد که ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم. اینو مخصوصا شیعیان بیشتر از دیگران با تذکر داد، وقتی خداوند تنها خونده میشه کفر میورزیدی، گفت نه علی با خدا عکس گرفته نمیدونم امامه هر کاره هم عیسی هر کاره و یو شرک بهی تؤمنو، اگه شرک بورزی ایمان دارید، شرک مسیحیت، شرک علی پرستی، ایمان اینها همش ایمان مشرکانه. فالحکم لله العلی الكبیر، قضاوت و حکم از آن خداوند بزرگه. دوباره به تضرع میفتند، ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ای خدای الان ما به چشم خود دیدیم شنیدیم، ما را باز گردند که عمل نیک انجام بدیم. خداوند در جوابشون فرماد که فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم، همچنان که رو این چنین روزی رو فراموشی سپردید ما شما را فراموش میکنیم، یعنی خفه شید. در یه موضوع سوم شما میفرماید وقتی میگید که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، خدای منو بازگردان تا عمل نیک انجام بدم. خداوند در جوابش میفرماد کلا انها کلمه هو قائلها، هرگز حرفی که سر خودش میزنه. بعضی که داخل آتش میشن، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ای خدایا ما رو خارج کن از این آتش، اگه بازگشتی ما ظالمین. خداوند در جوابش میفرماید قال اخسؤوا فيها ولا تكرمون، خفشید حرف نزنید. در یه موضوع دیگه وقتی که فریادشون در آتش میشنوند، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما را از این آتش خارج کن، ما عمل غیر از این که عمل نیک انجام دیم، غیر از این که انجام میدادیم، دیگه از روزخانی غلط کردیم، سینه زنی غلط کردیم. جواب خداوند اولم نعمركم، ما به شما عمر ندادیم. فذوقوا بالظالمین من نصير، بچشید ظالمان مشرکان یاوری ندارن. این قابل توجه که همه توسل هایی که میجویند، همه این داد و فریاد هایی که میکنن، همش میگن ربنا، نمیدونند که اون چی که گرفتار شدن از پیامت های الوهیت خداونده، بلکه ربوبیت به هم برای مؤمنه هم برای غیر مؤمن، اما الوهیت که اونا به جاش نیاوردن، همچنان که امام تراشان امروز در الوهیت خداوند شرک میورزن. این حال کسانی است که در روز قیامت یا منکر قیامت بودن یا به خداوند شرک میورزیدن. و سکنتون فی مساکنه الذین ظلموا، اینو انشاءالله در آیه بعد در درس بعد اگه خدا عمری داد شرح خواهیم داد.
آقای ابوالفضل هدایت شده. شما زنگ زدید و تلفن ها رو بر نمی دارم، لطف کنین بنویسید. آقای سناپور از دبی، حرف این آخوند پلید چنان زننده که نمیشه تلویزیون پخشش کرد. بعضی از این ائمه جمعه رو و این آقایونی که تریبون رسمیشون دادی، روزنامه بهشون دادی، هزینه فایده کنید ببینه چه فایده‌ای واسه مملکت داشتن، چه هزینه‌ای واسه مملکت درست کردن. خب بس دیگه، حتما اسرائیل باید بیاد اینا رو حذف کنه. بس خدمت کردین آفرین، بیا برو آخر عمرت توبه کن از اون خدمتایی که کردی. به خود شهدا قسم، همینایی که ادعای شهید شهید میکنید شما رو میگن، شما که پشت شهدا قایم شدید، شما که عکس شهید میزنید، عکس شما که تحدی روشنید به شهدا قسم خوردن حرامه، حرام قسم خوردن به غیر خداوند حرامه. شهید عمل میکنید، شما که کیسه شهدا خوردید به خود شهدا قسم تک تک خونشون یقتونو میگیره. شهدا رفتن اختلاس بشه، دزدی بشه، راندخاری بشه. سربازه که امروز جونشو میده، فردا مملکتشو خانوادشو. آقای سلطان سلیم، یک معمای ایرانی که کیفیت انتقال مواد مخدر رو به عراق شرح میده، ببینیم چیه. آما رفتیم یه پیرمردی تو فرودگاه یه تسبیح تربت، واجه رابر چی با تسبیح پلاستیکی ذکر میگین؟ تسبیح تربت میگیرین ذکر. ما یه ساده تسبیح تربت گرفتیم، گفتم آره ثوابش بیشتره. سوار هواپیما شدیم رفتیم، یکی از این خانمایی که توی کاروان بود اینو گرفت، پلیس بغداد از این مواد مخدر کشف کرد. از اینجا این از اینجا رد کرده و اونا گرفتن. آقا گفت باید برگرده ایران. گفتیم که آقا اینا همه این پیرمردی که من تصویر داد و حاجی بود و اینا آمد به من گفت که شما بیا اینو شفاعت کن. گفتم آقا آخه تو تریاک آوردی من میام شفاعت کنم؟ میگن برای یه آوردی. نمیشه هم چیزی که گفت که حاجی ای تو عمرش کربلا نرفته، شوهرش مریضه، معتاد بوده، اینه مجبور کرده، گفته برای من اینقدر بیار. اینا گرفتن اینقدر که میگن نیارین. آقا تو اگه مکه بود که، اگه حج بود که میکشتنش، حالا اینجا گفتن برگرد. گفتم حالا من سعی خودم میکنم، ولی بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری رو با خودم خوندم رفتم جلو. این افسر عراقی ایستاده بود و احترام میکنن. گفتم که آقا من نیامدم اینجا که شما کار غیر قانونی بخوام و اینا، میدونم اینجا نوشته القانون فوق الجميع. گفتم القانون فوق الجميع، ولی خب ما اجدادمون شفیعن، بالاخره اینا از ما توقع شفاعت دارن روز قیامت. اگر ممکنه که این کربلا بره، این جنس وامونده اینو بگیرید بندازین دور. گفت که سیدنا القانون فوق الجميع ولكن انتم فوق القانون و فوق كل شيء. گفت بندازین توی آشغال و خلاصه آزاده بره. آقا رفتیم رسیم. یک معمم شیعی که به زیارت مرحوم سی میره و مسته. اینم مذهب برتر آقای خامنه‌ای.
رسد بلوچستان جان باختن یک سوختبر بلوچ در پی تصادف راندگی در محور خاش و سرامان. الله و انا الیه راجعون. سیزده خرداد 1400 یک سوختبر بلوچ با هویت عبدالقادر گرگی یک جانباز 100% جنگ 8 ساله ایران عراق در پی تصادف راندگی در محور خاش به سلامان جان خود را از دست داد. عبدالقادر 62 ساله و ساکن روستای شیبگوره از توابع شهرستان زهر بوده. تراژدی غمبار تصادف جادی در بلوچستان در از دو هفته 33 کشته و 92 زخمی بر جای گذاشت. در پی نبود جاده های ایمن و آسفالت مناسب در بلوچستان در از دو هفته 33 نفر جان خود را از دست داده و 92 نفر نیز مجروح شدند. مرجع تقلید کیست؟ کسی که تو گرونی ها لال میشه، تو اعتراضات مردم کر میشه، تو حمله مدارس کور میشه، بعد دم عید قربان میاد قیمت فطری رو اعلام میکنه. این مرجع تقلید. محافظ روح الله خمینی: دوربین هایم از بدن لخت امام عکس نگرفتن. مسخره دیگه. آمدم لنگ برداشتم عورت امام رو پوشوندم، چون خودم میدونستم کام کامل بگیرم دیگه. یه دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان رو داشتم، این آوردم شروع کردم عکس گرفتن. این لنزش میرفت تو میمد بیرون، میرفت تو میمد بیرون. ای دوربین چه خراب شد. میگرفتم روی امام اینجوری میکرد، میامدم این مرتب تخت در میزد. هرچی با تلاش کردیم که این دوربین اینجا تن زیبا و معطر امامو بگیره، دوربین نگرفت. تن سرطانی امامو من دیوار خودم انداختم تو دفتر. یه دوربین کنان داشتم، بعدش نمواردم با دست تنظیم کردم، دوربین کنانم پیشرفت کرد. هر چقدر ما تلاش کردیم که بگیریم، 5 حلقه فیلم مشکی من دارم، الان دیگه الان مویسرم سفید شده، مشکی مشکی لوله کردم کنار گذاشتم. این دو تا دوربین نگرفتم. قرص که تموم شد بدن رو پوچوندیم، کفن رو بستیم، بدن دیگه در امان شد. دوربین من دوربین انگلیسی گرفتم، دوربین شما نگرفت. تکتیر بود، مسلسل نبود. حالا خودش شد مسلسل، تخت 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 تخت، انگار دوربین مثلا موتور داره. خدمتی اهل دلی رسیدم، گفتم آقا جمعه نه چه قصه شد و بدن امام رو لخت کردیم و شروع کردم تو با دوربین عکس بگیرم، دوربین نگیره. اینجوری شدیم. ایشون فرمودن که قبل که امام بود چه کار میکردی؟ گفتم سان امام دستش بالا بود، سری میکشید پایین، چندین بار عرقچینش رو برداشت اما به بذاره من تق تق زدم، فکر میکردم دستم تکون میخوره، حتی اینم نتونستم سر باز از امام بگیرم. چون فرمودن که امام به شما میفرموده آقا رضا نگیری، من راضی نیستم بدنم عریان بگیری، شما زبان امام حالی دمی شده، ولی دوربین زبان امام رو میفهمیده، دوربین گوش به حرف امام میکرده، دوربین اتکار نمی کرده. دیگه چی میخوایید؟ مسخره بالاتر از این؟ امام این قوم اینجوری باید بشه دیگه. فوری فرمان جهاد امرو نقشمندی در بلوچستان. آقای جهان پرور:
درود به همه ایرانی های اصیل و آزادی خواه. مولانا عبدالغفار نقشبندی یکی از مولوی های بزرگ و پرنفوذ اهل سنت بعد از ماها بیخبری و ناپدیدسازی قهری توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام با انتشار یک پیام ویدیویی که به نظر من در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده علیه حکومت آخوندی و شخص خامنه ای فتوای جهاد تا پای مرگ در خیابان ها را صادر کرد. این پیام به حدی واضح و کوبنده است که فکر میکنم نیاز به هیچ توضیحی نیست و فقط ازتون میخوام که تا آخرین ثانیه صحبتاشو با دقت تماشا کنید. مردم شریف ایران، غیور مردان بلوچستان، امروز میخوام که اندکی بی پرده با شما. اینو بارها ما پخش کردیم تو تلویزیون. اعلام جهاد نیست ولی دوار خوبیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، شیر مرد تاریخ، سلام احترامات ما را بپذیر. کل بزرگایت علما، علمای منتظر فتوای شماست درباره حکمتیار، حکمتیار که بر علی بخاری گپا زده. حکمتیار این نظر علمی که خودش قانعه گفته و در جوابش هم که البته این تخصص جناب مهندس حکمتیار نیست، نباید در این مورد دخالت میکرد، لیکن جوابش رو آقای شیخ فاتح داده و حرفای منطقی زده. اما انصاری و امثال انصاری اصلا در این میدان دخالت کردن بی‌ادبیه. آقای حکمتیار به اندازه موی همه بدن انصاری ها کتاب خونده، کتاب نوشته و یه انسان بی سوادی مثل انصاری جوابشو بده درست نیست. لیکن من تعجبم چطور اینا دوستان آقای حکمتیار جواب انصاری رو دادن، جواب آقای شیخ فاتح رو ندادن. تعجبم در اینجاست. شما چیزی نشنیدیم؟ چشم روشو بوشو چشم امگی مطرف شماست. شما چه دعایت میتین؟ چی میگین؟ بله، عرض کردم این میدان میدان جناب مهندس حکمتیار نیست. ایشون بهتر بود که در این مورد اظهار نظر نمیکرد و ولی حرفای اشتباهی گفته در این مورد. خدا ببخشدش. آقای سناپور، این آخوند رفته یک جا روزه بخانه، صاحب خانه آخوند را در ردیف سر کرد. آره شنیدمش ولی خب باز میذارم. نمیاد متاسفانه. میگه که کلیپ نمیاد. به دوباره چیز کنم؟ نه نمیاد. حمله مولانا عبدالحمید به مراجع بود جه را اعلام کردید که فلان حوزه اینقدر فلان جامعه مالده بود جه را اعلام کردید که فلان حوزه اینقدر فلان جامعه مالده اینقدر رو ابو جهای نجومی را در بخش مذهبی آوردید. دکاش که علماء سختی آره تحمل می کردن ولی علماء حقوق نمی گرفتن، پول نمی گرفتن. بعضی که وفات کردن من اطلاع دارم که رقم های بالا و میلیارد های بالای توی حسابشون بود. این کلاشان خمس بگیر رو میگه، اما به بسرایی که بودجه نهادهای شیعه پروریشون امسال تا 415% افزایش داشته، بودجه جامعه المصطفی که از 890 میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 1012 میلیارد تومان رسیده، بودجه ستاد امر به معروف که 66% افزایش پیدا کرده و البته رکورددار افزایش بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی وابسته به مرکز مصباح یزدی که با رشد 400
15% نسبت به سال گذشته از 52 میلیارد تومان به 268 میلیارد تومان رسیده. پس جای تعجبی نیست که بعد از 40 سال ظلم دیکتاتور از جرز دیوار صدا در اومده از این مفتخورا نه. هشتگ مراجع فساد. خدا به مولوی عبدالحمید خیر بده که اخیراً بالاخره تغییر کرد و از صف دولت اومد بیرون. خب گویا که سوالات شما تمام شده. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستین. ایام حج نزدیک، خداوند به ما و شما توفیق حج نصیب فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موقف خود رسید؟ چرا؟ خیر، امروز ملت چرا زبان خدا دوخته، لبای خدا دوخته، شبکه تلویزیون والا؟ تو را به الله قسم، یک زن یک مسئله تجاوز جنسی میشه، ای رادیو و تلویزیون 20 مرتا مراتب رو اعلان میکنه برای بدنامی مسلمان ها. اگر یک موضوع است، یک جرم و گناه است انجام داده شده در یک گوشه، ولی مردم خبر میکنه، مردم دیگر تحریک میکنه که شما هم بیکار بکنه. هزار دفعه اعلان میشه اما مرکز علم مکمل بسته میشه، کسی نیست که اعتراض بکنه. چرا؟ والله چی جواب میگی؟ جنابی پارلمان برای چی نشسته ای؟ جنابی وزیر، جنابی محترم مولایی، عالم برای چی؟ چرا سکوت میکنیم؟ چرا حق بیان نمیکنیم؟ چرا دفاع از حریم صحابه نمیکنیم؟ چرا؟ بله نمیگیم صحابه معصوم است، صحابه خطا شدن، ما بجز از پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالای کسی دیگری عقیده معصومیت نداریم. ابوبکر رضی الله عنه افضل ترین صحابه و نزد اهل سنت والجماعت بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ولی خطا شده یا نشده؟ خطا شده، خطا شده. چرا؟ اسیرای بدر که گرفته شد پیغمبر مشوره ها را طلب کرد. ابوبکر رضی الله عنه چی مشوره داده بود؟ گفت باید فدیه گرفته شوه، ضعف اقتصاد ما، حالت ما، سری مردم انصار ما بوج هستیم، بیا فدیه را بگیریم یا رسول الله، مرکز دین خود تقویت ببخشیم. پیغمبر تمایل کرد برای ابوبکر، اما عمر رضی الله عنه بود که استاد شد، گفت یا رسول الله هر کس قریب شد به دست خودش بده و کلیش ببره. آیت موافق رأی کی نازل شد؟ عمر رضی الله عنه. پیغمبر علیه السلام گفت که اگر عذاب الله می آمد و جز از عمر رضی الله عنه دیگه کس نجات پیدا نمی کرد، یک صحابی دیگه هم روش بود. ببینه خطا شده، عمر رضی الله عنه خطا شده. بعد از ابوبکر افضل ترین صحابه کیست؟ عمر رضی الله عنه. خطا شده نشده؟ خطا. در جنگ حدیبیه خطا نشد؟ یک درو و پیغمبر نمی گفت که دین ما حق است؟ چرا این شرایطی که تو نوشته میکنی امضا میکنی اینا ما بپذیریم؟ و پیش ابوبکر رضی الله عنه نرفت گفت دین ما حق نیست، چرا این شرایط پذیرفته میشه؟ خطا نشد. در مرگ پیغمبر عمر رضی الله عنه خطا نشد؟ شمشیر خود نکشیده بود؟ گفت کسی بگو پیغمبر وفات کرده من سرش میبرم. اما ابوبکر رضی الله عنه در سر منبر بالا شد، گفت من کان یعبد محمدا فقد مات، کسی که عبادت پیغمبر میکرد و وفات کرد، و من کان یعبد الله فهو حی لا یموت، کسی که عبادت الله را میکنه و زنده است و نمرده. عمر رضی الله عنه میگه که مغزم اله شد، الله اکبر، من در چی خطایی رفته بودم؟ ابوبکر رضی الله عنه برای منع زکات و قاتله را اعلان کرد، امیر عمر رضی الله عنه نگفت، نامد برش کیف تقاتل من قال لا اله الا الله؟ ابوبکر رضی الله عنه میگفت ای ابوبکر، کسی که لا اله الا الله میگه چطور جنگ میکنی؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت بالله قسم، اگر یا منع کردن یک گردنبند شطره که در زمان پیغمبر تادیه میکردن، من امرایشان جهاد میکن. دروازه ها را بند کرد ابوبکر رضی الله عنه. ابوبکر خطا میشه، عمر خطا میشه، عالم خطا میشه، امام خطا میشه، اما امروز ملت ما خطایی امام خدا نمیپذیره. امروز ملت در کدام گمراهی آروان است؟ کدام طرف حرکت میکنه؟ نمیپذیره. تا
تبیین مذهب حنبلی خطا امام احمد بن حنبل انا میپذیره. حنفیاز امام ابو حنیفه را، مالکیاز امام مالکه، شافیاز امام شافی را رحمت الله علیهم از یکیش نمیپذیره. میگه خوب است خراب است این امام است. این کدام دین است؟ این کدام دین است؟ چرا نمیپذیریم؟ بله صحابه خطا شده، مجتهدین بودن، به خاطر هوای نفس جنگ نکرده، مخالفت نکرده، کرده باشه با ما چی مربوط؟ ما با کتاب الله موجود است، تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود است. الله اکبر، ما چرا با کتاب رجوع نمیکنیم؟ قرآن برای ما چی میگه؟ الله برای ما بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله، شاهدی الله متعال است. اگر کورا حقیقتش رسالت پیغمبر بدونه یا ندونه، اگر مردمای ضد و عنادی انکار بکنه از رسالت پیغمبر، هیچ ضرری نمیرسانه. چرا؟ شایدی رسالت پیغمبر کی میده؟ الله متعال میگه محمد رسول الله. محمد پیغمبر کیست؟ فرستاده الله است، رسول است، پیام الله را او آورده. نقشه عبادت و تعلیم دین پیغمبر بر ما میده، کسی دیگری نمیده. ها مردم، خما در جای پیغمبر امامای خدا بالا کردیم. هر طایفه به خود امام داره، نگوی که تن اهل تشیع امام داره، اهل تسنن هم امام داره. امام خدا معصوم میدانه. حق بگویم، با انصاف حرکت کنیم، ببینیم که رسول کیست. الله اکبر، امروز حدیث پیغمبر با سخن یک امام مقابل میشه؟ میگن بلی حدیث خواست و امام ایگپا نگفت. جهنم جاید نمیشه، سنگ سرت نمیبارد، تو بر رسالتی که عقیده داری. محمد رسول الله، محمد پیغمبر الله است. والذین معه، او کسانی که امرای پیغمبر است. امرای پیغمبر کدام مردم است؟ اینجا معیت، معیت عقیده است، فکر است، هدف است، منهج است. او مردمایی که با پیغمبر است، در فکر یک فکر داره، در هدف یک هدف داره، در منهج و طرز و مشن یک مشن و طرز داره، یک عقیده و مفکوره داره. امی مردم است. قرآن کریم مالی بر ما بیان میکنه چه صفت ها داره امی مردمی که بامرای پیغمبر است. بامرای پیغمبر کی بود؟ راستی تا بگو. حسن و حسین بود در اون زمان؟ کلا قطعا نه. بعد از امو بزرگترین امام علی رضی الله عنه است که شما تعیین کرده، یک علی رضی الله عنه بود، او هم خرد بود، بچه بود، سالی را کلان سال نشده بود که پیغمبر قطعش مشوره میکرد، کارهای خود قطعی از او تنظیم میکرد. سینه را سپر ابو بکر رضی الله عنه کرده بود در مقابل مبارزه با مشرکین. راستی تا بگو، چرا اعتراف نمی کنی؟ از انصاف گپ نمی زنی؟ بلا قسم، ابو بکر جانش، اولادش، دخترش، زنش، مالش مکمل فدای کی بود؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم. از تو سوال دارم، ای کسی که دشمنی ابو بکر رضی الله عنه هستی، تو را بالله قسم، هجرت پیغمبر توسط کی برابر شد؟ شطر با پیغمبر کی داد؟ در غاری ثور امرای پیغمبر در هجرت کی شریک بود؟ نان در غاری ثور کی آورد؟ احوال قریش و احوال کفر کی؟ دیقان چوپان ابو بکر رضی الله عنه خدمتگار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. ولی زمانی که روان میشد، تو را بالله قسم که وقتی اسماء رضی الله عنها کل دارایی را گرفته، صحابه را سیرتش را بخونه، ای ملت آشنا شوی بفهمی صحابه را قدرش، خصوصا خلفای راشدین، خصوصا خلفای راشدین قدرش را بدان که خلفای راشدین کدام مردم بود. امروز هر کس اونا کس میخیزه نعوذ بالله لعنت ها میفرسته، بدگویی میکنه، مرتدین اعلان میکنه. یک دفعه بخون که دین از کدام ناحیه قوت پیدا کرد. آیات قرآن است. وای طور معیت داشتن، تو را بالله قسم، تو یک دفعه زندگی ابو بکر رضی الله عنه را مطالعه کن. علی رضی الله عنه پیغمبر اسلام در حالت مردن بود که در جوانی رسید، او جوان شد. نمیگیم اهل سنت والجماعت حب اهل بیت از جمله جزی چی میدانن؟ ایمان میدانن. کسی که با اهل بیت محبت نداره کافر است. ولی ما افراط و تفرید نمیکنیم. در هر رکعت نماز خود میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما مفرطین نیستیم، تنقیص کنیم شان یک کسی را، ولی افراطین هم نیستیم، مفرطین هم نیستیم که زیادت کنیم. از مخلوق صفت، از مخلوق معبود جور کنیم، الله جور کنیم، صفت به مخلوق صفت الله را ثابت بکنیم، او ترام نیستیم، خوی ترام نیستیم که نعوذ بالله با مصاحب اهل بیت ما خوشی را ظاهر کنیم، قطعا کلا نه. اهل سنت والجماعت خط مستقیم، و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قرآن مطالعه کو، کتاب الله برات چی میگه؟ خط مستقیم کی را میگه؟ ما نه یهود هستیم که پیغمبرانا بدار بکشانن اعدام کنن، و نه نصارا هستیم که پیغمبر الله بگوید. ما پیغمبر بنده الله و رسول الله میگیم. به عقیده قرآن است، عقیده تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برش متوجه شویم. قرآن برای ما میگه چه صفت داشت کسایی که همراهان پیغمبر است، در فکر، در عقیده، در منهج، در مبارزه، در صف، در سنگر. الله اکبر، دل آدم کفت میکنه، میترقه. او صحابی که امروز توی کرده، بیگاه عروس آورده، اما اعلان جهاد میشه، سنگر گرم عروسی خود اعلام میکنه و در جهاد شهید میشه. ای جنابی دشمن، ای دشمنی صحابی، کدام وجدان داری تو اجازه میده که این صحابی مرتد است؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. پنج تن از پیشش بگی دیگایش کل خط بطلان بکش، کدامش است؟ یک دفعه خود فکر بکن، کی رفریب میدی؟ والله قسم کسی که کمی عقل داره درک میکنه حقیقتا، واقعیت دین درک میکنه، میدانه که دین چی را میگه. دین از طرفی که بر ما رسیده، از طرفی که بر ما رسیده. امی مردم قرآن توصیف میکنه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. الله اکبر، اولین صفتی که قرآن کریم با صحابه بیان میکنه این صفت است، اشداء. ای کوسکو، سنگرای قوی است، بنیادای محکم است در مقابل کفار. مداهنت قبول ندار، زندگی تباه میشه، جان میره، ولی تسلیم به احکام، به نظام کفری نمیشند. امروز چرا مداهنت است؟ امروز چرا دینی خود دسترخان برای یهود و نصارا جور کردیم؟ هر حکم از او را سری خود خوانه خواه و یک وجه نه یک وجه بپذیرانیم، عملی کنیم. تا امروزه قاتل چرا قصاص نمیشه؟ زانی چرا سنگسار نمیشه؟ موارد زیاد شده. تو رادوی غرب برم از یاد ذکر کرده را هستی که توازز چی؟ تجاوز جنسی شده در مملکتی تو به میلیون است. از دست زیادتش آمار گرفته نمیتونی، اما در افغانستان یک واقعه را تو دیده نمیتونی. چرا پیدا شده این واقعه؟ از دست تو که حد جاری نشد، از او خاطر پیدا شد. تو عامل ایجاد همچون مسائل توستی. اگر ای اسلام، ای دین، ای حکمت و می عقیده اسلامش میگذاشتی که یک نفر اونجا سنگسار شوه، یک زن سنگسار شوه، باز ببینم که دختر چطور گرخته میتونه قد یک بچه، باز ببینم که یک بچه چه قسم دست خود دراز کده میتونه بالای یک طفل. کلا قطعا نه. همه حرکت های غلط که در وطنم پیدا میشه عاملش توستی، چرا که مانع تنفیذ احکام الله شده ای. نمی کنی، مداهنت نیست. صحابه تسلیم نمی شدن، فقر آمده، غریبی آمده، انحصار آمده. اینمی قیودات، اینمی انحصاراتی که ممالک سری دولت ها میگذاره سری صحابه آمده، اما صحابه تسلیم به نظام کفری نشده، قطعا نشده. صحابه می خصوصیتش است. ای جناب، کسی که دشمنی با صحابه داره، تو را به الله قسم امروز با کی تسلیم هستی؟ امروز افرادی که خیلی زیاد نصرانی میشن، امروز افرادی که زیاد یهود میشن. برو صحابه را خود قرآن میگه این دور صفت داشت. تو باید صحابه را الله میگه که اشداء علی الکفار، سخت دل بودن در مقابل کفار، مداهنت نمیکردن، نرمی اختیار نمیکردن. الله اکبر، لطف و مرحمت در قلب وجود داره، اینجا قهر است، لیکن دل مقابل رحما و بینهم، یکی بالای دیگه مهربانی کننده، رحم کننده در بین خودشان بود. الله اکبر، در یک قلبم قهر است، ام تلطف و نرمی است، اما جهت ها مغایر است. او جهت یک جهت است، این جهت دیگه جهت است. امروز الله رحم بکنه، اگر ما
یادتان باشه ایمان و ایمان است که با معیار صحابه باشه، عمل امو عمل است که با معیار صحابه باشه. فاین ای آمنو به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. قرآن میگه اگه مردم ایمان آوردن با مثل ایمان با او کیفیتی که صحابه آورده اونجا هدایت یافته هستن، راه یاب هستن، و جز از او راه یابی قطعا نصیبشان نمیشه. معیار صحابه است. ما برعکس، الله رحم بکنه سر ما، برعکس امروز بغض کینه امرای کیست؟ مسلمان. کدام مسلمان؟ مسلمانی که پیروی از سنت رسول الله میکنه، رفع الیدین میکنه، آمین با زور میگه، صفا میچسبانه. قطعی از بغض است، قطعی از عناد است، قطعی از بدگویی است. اما با یهود و نصارا بغل الهاست، میمانی ها دادن میشت. امروز کدام در کدام منهج صحابه ما روان هستیم؟ کدام طرف ما روان هستیم؟ بالله چی جواب میگیم؟ اشد ناو علی الکفار، کفار 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 کی را میگه؟ کسی که از دینی دین کار میکنه، کسی که دینی تا توهین میکنه، کسی که نظام تا نمیخواه، کسی که تو را حقیرترین میشماره، کسی که خونی تو پیش از ارزش نداره، کسی که آبروی تو را لغتمال میکنه. عمو مردم چرا قطش شدت نداریم؟ قرآن برای ما چی میگه؟ اوصاف صحابه را بیان میکنه، رحماء بینهم، کمال ترحم و شفقت در بین خود داره، در مساعدت، در همکاری. الله اکبر، یک دفعه شما زندگی صحابه را معلوم کنی. آیا انصاری نگفت به می عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه زمانی که در خانه خود برد، زنش برش میگه که عبدالرحمن خود نو مهاجر آمده، چیزی نداره، از ملک و مال برش جدا کن، حسره معلوم کن که برای خود کار روزگار بکنه. برش پیشنهاد میکنه ملک و ماله که اینی کار است، تا ای اندازه را که دو زن دارم خب گشتاله بگیره، کدامش خوش میکنه که طلاق بدم توم زندار شوی. صحابی بی غیرت نیست، بی ناموس نیست، اما صحابی قدر و قیمت یک مهاجری که با دین فرار کرده هم رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، قدر عزیز می دانه که چشمی صحابی هم جمع باشه به اهلش، چشمش در بیگانه دور نخوره. اونور صحابه میگه، اینی در مردم صحابه میگه. عبدالرحمن ابن عوف را در آنهو بوج نبود که خود سری کسی دیگه پرته، گفت نه، برای ما فقط را نشان بده بازار کجاست، چه قسم کارا دایش وجود داره. شروع کرد در کار و تجارت خود. وقت کم تیر نشده بود که صاحب مال شد، نیستی برای خود زن ننکا کرد. ماوری نبود که بود سری مردم باشه، باری ما سری مردم باشه، او خود عمل میکرد. ای کاش که ما سیرت صحابه را از نظر عبرت بخونیم، از او درس بگیریم که صحابی چی زندگی داشت، برای چی مقاومت میکرد، برای چی جان میداد، برای چی نفسی خود قربان میکرد. بالله قسم برای پاچویی نبود، برای ملک نبود، برای مال نبود، برای حفاظت دین الله، برای حفاظت آبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بخونه در جنگ احد طلحه رضی الله عنه چطور سپر پیامبر شده. نه، مردا را بگذار، زنای صحابه را تاریخش بخون. الله اکبر، انسان تعجب میکنه. ای دشمن صحابه، چه قسم وجدانت اجازه میده که سری همچو مردم تو قلم بطلان کش کنی و نعوذ بالله کلمه ارتداد برش استعمال بکنی؟ رسیدنیستی در روز قیامت انشاءالله پیش الله جواب میدی. تو شک و شبهات برای مردم پیش کدی، مردم در کجا، در کدام حالت قرار دادی؟ رحماء بینهم، در بین خود چقدر شفقت داشتن، مهربانی داشتن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. الله اکبر، ای کاش آیات قرآن ما واقعا به خاطر تطبیق حکم الله در زندگی خود تلاوت کنیم، ختمای رواجی نباشه، بنگ بنگ کنیم، یا صرف صدای قاری را خوش بشنویم سرا را شور بدیم. ای کاش که در عمل واقعا امو قسم صفتی که برای صحابه است دما دیده شوا، تراهم رکعن سجدن، تو میبینی یار رکوع کنان، سجده کنان، در قیام آدم معلوم نمیشه از خاطر قیام ذکر نکرده، سر و کارشان با عبادت الله بود. نماز
ورزشترین چیز برای صحابه بود. چرا؟ به خاطر که رابطه قوی که با الله انسان وابسته می سازد. انقلاب در وجود انسان میاره. این نماز است، نماز این نماز است، نماز تو را درست می سازد. امروز نماز چی حیثیت دارد؟ از پنج وقت یک وقت می خوانیم، به جماعت می خوانیم. اگر بخوانیم جماعتای ما، الله خبر داره که چی رقم جماعت است، چقدر با سنت موافق است و چقدر بدعتا درش ایجاد شده. کدام نماز؟ تراهم رکعن سجدن، الله اکبر، سر رو کار باز نماز، کار الهاست، همه چیزا الهاست، به نماز میشتافتن، الله اکبر. وان علامه دین انسانی نمیسته. تو اگر الله عظمتش در قلبت است، تو اگر از الله حراس داری، معلوم بشه که فرمان اول الله را چی رقم تو بجا میکنی. فرمان اول الله نماز است. آیا تو نماز خواندی؟ دو، با این نماز خود چی میخواستن؟ خودنمایی میکردن؟ ریا میکردن؟ خود در بین مردم مشهور میساختن؟ نه، یبتغون فضلا من الله، طلب میکردن احسان از جانب الله متعال. عمل کم اما از الله متعال رحمت زیاد تقاضا داره، کامیابی زیاد تقاضا داره. واقعا همونطور شد. چیزی که اراده و نیت داشت الله متعال برشان رسان داد. کتله کوچک، فرقه کوچک، هر کس سرش زور، در هر جای جای نداشتن، الله متعال چطور سری سر زمین کامیاب میکنه، غلبه را برش نصیب میکنه. یبتغون فضلا، طلب میکنه احسان از الله را و رضوان و رضامندی الله را. اعمال زیاد انجام داده میشه. عزیزان گرامی، واقعیت است، امروز ما مسلمان های خیلی زیاد داریم، اعمال انجام داده میشه، کلان کلان کارا میشه، مسجد ها جور میشه، مدرسه ها ایجاد میشه، مسابقه سیرت ها نهاده میشه. ای برای کسی که اول نمره است، من چون که موتر قیمت 40,000 دلار داده میشه، خلیکین قید ردواناق دیشه است یا نیست که به خاطر رضامندی الله متعال کرده باشه. چرا؟ اگر به خاطر رضامندی الله باشه پنهان است. خود صحابه را الله شاهدی میده، مجمعی که با پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، الله شاهدی میده که اعمالشان برای چیست؟ طلب رضامندی کی؟ الله متعال. و رضوانا، سی ماهم فی وجوههم من اثر السجود. علاماتشان، علامات بندگی کامل، علامات تسلیمی به نظام اسلام، علامات محبت با دین و با رسول الله، بالکل از چهره مبارکشان نمایان است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سجده هایی که انجام داده سیمایشان معلوم میشه. مفسرین دو قول داره، کسی میگه در آخرت است. یک تعداد مسلمانایی که موحد است، عقیده توحید الله را داره، اما مرتکب گناه شده، الله بخشش نکرده، توبه نکرده، بعد از عذاب تیر کردن در جهنم ندا میکنه الله متعال به ملائکه خود که بکش بندگان موحد مرا از جهنم، و میگه یا الله از کجا بشناسیم؟ کسانی که در دنیا سجده مانده، نماز خونده، چهره هایشان سفید میزنه، گفت آیا شما نمیشناسید؟ یوم تبیض دو وجوه و تسود دو وجوه. بعضی علما میگه که نه، در دنیا هم امی سیما معلوم میشه. آدم دیندار و مخلصه هر کس شناسایی کرده میتونه. بعضی از علمای تابعین میگه که رنگایشان زرد است از دستی که شب در تهجد گذرانیده، در عبادت الله گذرانیده. ولی عام علامات است. آدمی که واقعا دیندار است، او متکبر نیست، او ریاکار نیست، او متظاهر نیست، او بسیار عاجز، او فروتن در جستجو تلاش خدمت دین است. چه قسم میتونم یک جای موقع خدمت دین پیدا کنم؟ الله متعالی صفتها را نصیب ما بکنه که کس سر ما آواز نکنه که فلانی کاری دین است بکن، نه، خود تلاش کو پیدا کن. این صفت اگر در ما پیدا شوه، بسیار مشکلات ها حل است. بس ما واقع است که بسیار مهم است، اما کسی آواز نمیتونه، خو کسی دیگری جستجو میکنه که تو باش موقع خدمت در کجا است. زمانی که در عالم ما، زمانی که در تاجر ما، زمانی که در وکیل ما، در آمر ما، در عسکر ما،
در رعیت ما این صفت پیدا شد که خود در تلاش خدمت باشه، این وطن بالکل آباد است، همه چیز کامیاب است. ولی با تأسف، ولی با تأسف که این صفت حتی دور از علمای واقعی در علمام دیده نمیشه. این موقع دین بود، موقع خدمت بود و تو ضرورت بود. چرا این آن آنه با نمی کنی خود ای لبو لب می زنی؟ چرا؟ امروز از حفاظت دین سری توست با بیان خود مردم گوشای شباز بساز، مردم درک بکنه حقیقت دینی خدا، گنگ نمانه، موقفی خدا بدونه در عقیده که ما در مورد اصحاب چی عقیده داشته باشم. اگر نیک احمد خفه نشوه، محمود خفه نشوه، آقا خفه نشوه، سبا باز در ایگیری و انتخابات برم رای نمیده. بدان او مسلمان، اگر در پارلمان هستی، اگر وزیر هستی، اگر رئیس دولت هستی، دین معامله نمیشه در مقابل مسائل دنیا. ای را بدان به الله خود پیش میشی، ای عزت دنیا را زیاد انتخاب نکو که الله به الله قسمی تو را ذلیلت کنه. دین سبک نشمار، مسائل دین سبک نشمار. ما براتون اعلام میکنم کسانی که همچو واقعات میبینه و چشم سر که علیه صحابت تعرض میشه تعم میشه، ولی برای موقف دنیاوی و محافظه کاری خود خود آرام گرفته، انشاءالله رسوا شده نیست. الله رسوا میکنش. ای را بدان، ای را بدان نکو، عزت آخرت ترجیح بده. روز فرا میرسه که از این دنیا رحلت میکنی، به الله خود پیش میشی، جواب بگو، خاص به خاطر رضای الله مقاومت بکو، دفاع بکو. نکو، اگر تو زرنگ هستی، ما هم زرنگ هستی، ما میفهمیم، ما میدانیم که چرا در معرض خطر خود یک انسان قرار بده. خب یکی از صحابه درس بگیریم که صحابه خود قرار میدادن یا نیکی در خانه می نشستن؟ شما بگوی قرار میدادن. در زمیری از وا این گپ نبود که بیا علی بلی کنم. سه صحابی فقط علی بلی کده با این نیت نیه که مخالفت از رفتن جهاد بکنه، سستی واره گرفته. سه صحابی، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع رضی الله عنهم، در سوره توبه واقعه و داستان بزرگش می آید، بزرگش می آید، اما خود می آید اعتراف میکنه. سعی کنه بالمقابل منافقین بود که خود او طرف می زدن، او طرف می زدن. جناب علمای محترم، وقتم پوره شده، دیگه صفتها را در جمعه دیگه انشاءالله بیان میکنیم از صحابه را که موقف بداریم. علمای بزرگواری ما، وزیرای محترم، کسایی که وکیل پارلمان در هر مجلس هستی، بدانه که شما مسئول هستی. الله از پیشتان سوال میکنه، این روزگار را با چشم سر مشاهده میکنه، ولی اگر از این بازخواست نمیکنه، سنگ سرش میمانه. دفاع از صحابه نمی کنه، دفاع از حریمتان نمی کنه، بدانه که انشاءالله الله متعال از پیشتان بازخواست کدنی هست. الله متعال از شما بازخواست میکنه. ما یقین داریم در دنیا اگر انتقام ما گرفته نمیشه، در دنیا اگر کسی ما را توهین و تحقیر میکنه، اما ما مؤمن هستیم، عقیده داریم که محکمه عدالت قائم میشه و الله متعال ما را در محکمه عدالت ذلیل و رسوا نداشته باشه، که نعوذ بالله خیانت در مقابل کی کرده باشیم؟ الله و رسول الله و صحابه و یاران رسول الله کرده باشیم. حدیثا میآید بعد از او پیغمبر چی میگه، صحابی چی قدر منزلت داره بر ما میآید. وعده کرده بودیم در یک بجه نماز میخوانیم. بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. یک هزار سال قبل در قرن هشتم، بزرگترین امپراتوری جهان امپراتوری مسلمانان بود که توسط خلافت امویان رهبری می شد. این بزرگترین امپراتوری بود که دنیا تا آن وقت به چشم دیده بود. در سال 720 این امپراتوری در غرب تا دریای آتلانتیک و در شرق تا هند وسعت یافت، بدون شک که یکی از قدرتمندترین امپراتوری های تاریخ بود، گرچه با گذشت قرنها به خود تاریخ ملحق گردید.
سال اینجاست که چه اتفاقی می افتاد اگر این امپراتوری امروز در جهان مدرن با همان مرزهای سابق خود دوباره متحد می شد. در نظر بگیریم که این یک خیال پردازی نیست. تنها نیاز است که بخش‌های آن امپراتوری قدیم که هم اکنون به کشورها تبدیل شدند به هم بپیوندند تا بتوانیم قدرت این امپراتوری جدید اسلامی را بسنجیم. در این صورت 36 کشور مدرن امروزی تمام یا بخشی از قلمرو خود را به امپراتوری اسلام واگذار می کنند که شامل کشورهای دور از هم از پرتغال تا هند می باشد، با 11.1 میلیون کیلومتر مربع مساحت که آن را بعد از روسیه به دومین کشور بزرگ جهان مبدل می کند. 665,217,000 نفر جمعیت داشت که سومین کشور جهان از نظر نیروی انسانی بعد از چین و هند می بود. البته که عرب فقط 46% جمعیت آن را تشکیل می دادند. وسعت این امپراتوری نژاد و اقوام مختلفی را در بر می گرفت، از اسپانیالی ها و ترک ها و کرد ها گرفته تا فارس ها و پاکستانی ها و هندی ها. هر قوم زبان خود را داشتند و زبان مشترک زبان قرآن یعنی عربی بود. پرواضح هست که مانند تمام امپراتوری های اسلامی، همه ادیان در آن با امنیت و آرامش تمام حقوق شهروندی را دریافت می کردند و دین رسمی امپراتوری اسلام بود. 85% مردم را مسلمانان تشکیل می دادند، 74% سنی و 11% شیعه، مسیحیان 9% و 1% از جمعیت یهودی، هندو و زرتشتی ها بودند و 2% را بیدین ها و 3% باقی مانده از ادیان دیگر بود. بزرگترین شهر خلافت کراچی پاکستان می بود که دورتر از مرکزیت خلافت واقع است و جمعیتی تقریبا برابر با کل افغانستان کنونی را در خود جای می داد. دیگر شهرهای بزرگ خلافت قاهره، تهران، بغداد و ریاض بودند و دمشق پایتخت سوریه امروزی مانند گذشته پایتخت خلافت می بود.